ستاره سابق منسیتی و اینتر و اسپانیول و لاتزیو در راه ایران. سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به یه ویدئوی دیگه. امروز اومدیم با هم آشنا بشیم با مهاجم خارجی جدیدی که پرسپولیس طی 48 ساعت آینده معرفی خواهد کرد. حتما تا پایان ویدیو با من همراه باشید. این بازیکن رو کامل بررسی میکنیم، اما قبل از شروع حتما کانال من رو سابسکرایب کنید که هر ویدیو گذاشتم برای شما ارسال بشه و این ویدیو رو لایک کنید. بریم با بمب جدید فوتبال ایران آشنا بشیم. اما چند ساعت پیش بود که خبر اومد که پرسپولیس تا 48 ساعت آینده مهاجمشون رو معرفی میکنن و یک بازیکن خارجی قرارداد می‌بندن. فیلیپ کایسدو این بازیکنی که سابقه حضور توی اسپانیول، منسیتی، لاتزیو و اینتر رو داشته. اما بیاییم با هم آشنا میشیم با فیلیپ کایسدو، ستاره 35 ساله اکوادوری که 1.85 قدشه و باشگاه‌هایی هم که بازی کرده تیم‌های مطرحی بودن. از جوانی این بازیکن شروع کنیم. بازیکنی که توی تیم جوانان بارسلونا 2 سال بازی کرد، در 45 بازی که برای بازل سوئیس، تیم مطرح سوئیسی بازی کرد، 11 گل زد. برای سیتیزن‌ها 27 بازی کرد که 4 گل زد. بعد از اون چند تا باشگاه قرضی عملکرد درخشان نداشت و بعدش رفت به لوکوموتیو مسکو. توی روسیه 52 بازی کرد و 11 گل به ثمر رسوند. اما دوران درخشان و حضور او مربوط به اسپانیول اسپانیاست که 93 بازی کرد و 19 گل زد و بعد از اون هم ترانسفر شد به سری آ و در لاتزیو بازی کرد. اونجا هم در 105 بازی که چندین سال برای لاتزیو انجام داد 28 گل زد. بعد از اون که از لاتزیو جدا شد 9 تا بازی برای جنوا کرد، بعدش قرضی به اینتر میلان رفت، 3 بازی بیشتر انجام نداد و بعد از اون هم فصل پیش در ابهای عربستان بازی کرد که در 23 بازی 2 گل زد و از این تیم جدا شد. این بازیکن همچنین 68 بازی ملی برای اکوادور انجام داده و 22 گل زده. از این حیث پنجمین گلزن برتر تاریخ تیم ملی اکوادور. حالا باید ببینیم مهاجمی که پس از کلی کش و قوس جذب کردن به درد یحیی گل محمدی خواهد خورد یا نه. 10 روز تا تقابل با النصر مونده، آیا میتونه تو اون بازی حضور داشته باشه یا نه؟ همه چیز به نظر سرمربی بستگی داره. دوستانی هم از این ویدیو رزومهشو بررسی کردیم، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. حتما قبل از اینکه این ویدیو تموم بشه کانال من رو اگر سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب رو بزنید. هر روز کلی ویدیوهای جالب فوتبالی داریم، چالش ها، اخبار، خلاصه بازی ها و همه در کانال من. و تا ویدیوی بعدی فعلا.